از اول اینا رو خوب بلد نبودم. انا خودم مثلا قشن طراحی میکنم، دارم پادری درست کنم، اینم کار خودمه. قاسم و مهدی جوانهای کمتوان ذهنی هستن که تا چند سال پیش توانایی انجام هیچ کاری رو نداشتن. نمیتونستم کار، تیغه میشکستم. اما امروز در اینجا مرکز توانبخشی حرفه‌ای لوشان با همت خانم مهری و پشتکار خودشون ناتوانایی ها رو کنار زدن. و زمانی که اینا اومدن به معنای واقعی صفر بودن، یعنی ما مونده بودیم مثلا با این بچه ها چه رشته‌ای رو کار بکنیم که به نتیجه برسیم. آموزش به این بچه ها واقعا سخته. بدخلقی دارن، پرخوشگری دارن، گاه‌گداری، حتی به صورت فیزیکی ممکنه به ما حمله ور بشن. شدن؟ و 100%. حتی میشه که چند باری هم کتک مفصل خوردیم ازشون. خوشبختانه جز اولین ها هستیم که بچه های ذهنی دارن تولید میکنن، تولید به معنای واقعی. آب رادیاتور میدنم، با نختابی کار میکنم، تحصیل میدنم، شمایه میدنم، همه میدنم. الان در حال حاضر کارگاز 50 نفر هستن، هولوش 32 نفر پسرن، مابقی 18 نفرش هم دختر هستن. درسته که ما معلولیم ولی توانایی زیادی داریم. چیز سال اومده این که این رو یاد دادن. دیگه چی کارهایی درست کردی؟ دیگه اینا. اینا کار شماست؟ بله. خیلی قشنگه. چقدر وقت میذاری برای اینا؟ 2 هفته. واقعا بچه های مرکز ثابت کردن که معلولیت محدودیت نیست و با همت و اراده والای خودشون چنین آثاری رو دارن خلق میکنن. مردم ایران هم بدونن اینجور آدم ها میتونن اینجور کار رو انجام بدن. الان شاگردم دارم. چند نفر؟ 12 نفرم. من مثلا خونه هم میان یاد بهشون میدم. قاسم من اول این کارو که الان میکند هیچ اینا که نمیتونست. اینجا اومده هم اجتماعی شده. جالب اینجاست که بعد 6 ماه این بچه حقوق بگیرم میشن. خیلی راضیم چون دستم تو جیب خودمه، نمیخوام سروار پدر مادرم بشم. سرویس عیاب و ذهاب دارم، هم برای صبحشون هم برای بعد از ظهرشون. هیچ هزینه از خانواده دریافت نمیشه، یک وعده غذایی گرم به بچه ها داده میشه. فقط مسئله بازارشه دیگه. روی نیستم اگر یه بازار خیلی خوب وجود داشته باشه، این حمایت وجود داشته باشه، اجناس فروش بره، دوباره این پول برگشت پیدا کنه، مواد اولیه خریداری بشه و با سولیدات جدید، هم برای ما خیلی سخت نمیگذره، هم به نظر خودم بچه ها انرژی بیشتری میگیرن. حالا ما به شکرانه سلامتیمون و حمایت از تولیدات این معلولان توامن، کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم خرید محصولاتشونه. مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، لوشان.